پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف صبح 16 ینوار سال 2023 در رابطه با ناراضگی های مردم از تامین اهالی با برق و گاز و گرمی در این روزهای سرد بی سابقه یک نشست ویژه برگزار کرده، در جریان آن از مقامات برای ناامیدگی به موسم زمستان انتقاد کرد و چند منصبدار بلندپایه از جمله حاکم تاشکند، معاون وزیر انرژیتیکا و سردار نیروگاه برق و گرمی را از کار رانده به سه حاکم دیگر حیفتو اعلان کرد. میرزایف در این جلسه گفت: من از اول و اول هر اویله و هر یک انسانی که این شب و روز از سردی عذاب میکشند خیلی سخت در تشویش هستم. شفقت میرزایف گفت حالت پیش اومده نشون داد که رهبران سوها و منطقه ها چگونه کار میکنند. بقیده او وضعیت نشون داد که رهبران تمام سطح ها در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند به وضعیت در این روزهای سرد پیش اومده تیاری ندیدند. روزهای آخر از گوشه های گوناگون ازبکستان اساسا از شهر تاشکند ویدیوها با اعتراض ساکنان از قطع شدن انتقال برق و گاز و آب گرم به محله هایشان نشر می شد. به سبب آن در جریان مجلس میرزیویف حاکم تاشکند جهانگیر ارتیخوجایف، معاون وزیر انرژیتیکای ازبکستان شهرزاد خوجایف، رهبر اتحادیه نیروگاه برقی و آب گرم، رهبر اتحادیه نیروگاه برق و آب گرم فرهاد عبدالرحیموف را به دلیل اینکه وضعیت را از پیش ارزیابی کرده نتوانستند و به فصل زمستان به طور باید تیاری ندیدند از منصبهایشان راند و به حاکمان سه نویه پایتخت ازبکستان یونس آباد، میرزا اولوغبک و اوچتیپا حیفتو اعلان کرد. حیفتو در ازبکستان به معنای آگاهی قطعی است. در این جلسه بختیار رحمانوف که معاون اول حاکم تاشکند بود، اجرا کننده وظیفه حاکم و معاون دادستانی کل ازبکستان ارکین یولداشف دادستانی پایتخت تعیین شدند و میرزیویف به یولداشف امر داد که پیش از همه تا کجا در کروبس دست داشتن حاکم سابق ارتیخوجایف و آدمان او را تفتیش کنند.